به نام خداوند جان و خرد، کزو برتر اندیشه بر نگذرد. با سلام و درود و احترام بر شما شنوندگان گرامی و همچنین با تعظیم و تکریم بر همه فارسی زبانها در سراسر جهان، آخرین برنامه‌مون به اونجا رسیده بود که افراسیاب به گرسیوز که هم برادرش هست و هم فرمانده سپاهش گفت که ای گرسیوز، خواستار آنم که بروی و با سیاوش از در آشتی و دوستی در بیای تا صلح و آشتی همچنان در بین خاندانهای ایران و توران باقی بماند. در نتیجه سرنوشتی که جنگ برایم رقم زده است و بزرگان و معبدان آن را تعبیر و تفسیر کرده اند، با این حیله عاقلانه برهم بزنید. بدین سبب فرماندهان و سران سپاه و بزرگان و معبدان رو احضار کن تا با آنها هم به مشورت برشیم. چو بگذشت نیمی ز گردان سپهر، درخشند خورشید بنمود مهر. بزرگان بر گاه شاه آمدند، پرستنده و با کلاه آمدند. یکی انجمن ساخت از بخردان، هوشیوار و بیدار دل معبدان. هنوز بیش از نیمی از روز بر نیامده بود و خورشید درخشان همه سرزمین را با آفتاب خیش طلایی می کرد که به دستور گرسیوز بزرگان و سران کشوری و لشکری به تختگاه افراسیاب وارد شد. همه با لباس رسمی و آراسته و گوش به فرمان، و افراسیاب خبر دادند که همه بزرگان انجمن کردند و به انتظار تشریف فرمایی اعلی حضرت هستند، که افراسیاب به اتفاق گرسیوز و منشیها و آجودانهایش وارد تالار شد. بدیشان چنین گفت که از روزگار نبینم همی جز بد از کارزار. بسی نامداران که بر دست من تبه شد به جنگ اندر آن انجمن. بسا شارسان گشت بیمارسان، بسا گلستان نیز شد خارسان. بسی باغ کان رزمگاه من است، به هر سو نشان سپاه من است. ز بیدادی شهریار جهان، همه نیکویی ها شود در نهان. حالا این فردوسی بزرگ است که زشتی ها و فروریزی های جنگ و کارزار و دشمنی را تبلیغ می کند و به روشنی می گوید که از جنگ و کشتار جز نفرت و نکبت و بدبختی هیچ به بار نمی آید. و خردگرایان و بزرگان نیکندیش هرگز به سوی جنگ و خونریزی و دشمنی روی نمی آورند که حاصلش غیر از فقر و نیستی و نکبت و دربدری نیست. فردوسی است که از زبان افراسیاب اعلام می کند: در سراسر عمرم از کارزار جز بدی و زشت خویی ندیدم. یادم میاد که بسیاری از بزرگان به دست من یا پهلوانان من به خاک مذلت افتادند. انجمنها، سرزمینهای آباد بر اثر جنگ نابود شدند. یادتون میاد که باغهای بزرگی که محل بزم شبانمان بود، محل عیش و عشرت و نوشانوش و خوشگذرانی هامون بود، بر اثر خشونت و بیداد جنگی جز شمشیر و خون و بدنهای پاره پاره دیگر
در آن هیچ باقی نمانده است؟ چه بسیار شارسان یعنی بزرگ راه های آباد، مبدل به بیمارسان یعنی راه های مخروبه و از هم پاشیده شده، که در آن بیماران و مجروحان فراوانی بدون دوا و غذا مانده بودند، و چه بسیار گلستان ها که زیر پای سربازان به خارستان بدل شدند. و شما به خوبی تجربه کرده اید هنگامی که شهریار جهان روی به بیداد می آورد و عدالت را فراموش می کند و شمشیر بر می کشد، یقینا انصاف می میرد. دیگر نیکویی ها و خوشبختی ها، زیبایی های روی از زمین بر می تابند و مرگ و نیستی و نکبت جایگزین همه چیز می شود. نزاید به هنگام در دشت گور، شود بچه باز را چشم کور. شود در جهان چشمه آب خشک، ندارد به ناف درون بوی مشک. ز کجی گریزان شود راستی، پدید آید از هر سوی کاستی. دیگه دشت ها و مراتع وسیع من زیر سم چهار پایان به خرابه های خشک و بی آب و علف مبدل می گردند. آهوان زیبا و غزالان و خوشپیکر نمی توانند جایی برای زاییدن فرزندان آینده خیش داشته باشند. چشمه ها همه زیر پای اسب های من خراب و خشک می گردند. از همه بالاتر کجی و دروغ و بداندیشی و زشت سیرتی که حاصل جنگ و ستیز و دشمنی هاست جای راستی و صداقت و صفا و دوستی می نشیند. بنابراین ای سرداران من، مرا سیر شد دل ز جنگ و بدی، همی جست خواهم ره ایزدی. کنون دانش و داد باز آوریم، به جای غم و رنج ناز آوریم. برآساید از ما زمانه چنان، نباید که مرگ آید از ناگهان. ای سرداران و سالار مردان من، من بسیار اندیشیدم، اما دلم از جنگ خونریزی و بدکاری به درد می آید. به این جهت دلم می خواهد که با همفکری شما راهی راستین را که راه حقیقت و راه ایزدیست جستجو کنیم. بدین سبب از شما می خواهم که خردتون را به کار بگیرید تا بتوانیم به جای غم و اندوه و اشک و ماتم برای مردممان ناز و عشق و صفا را جایگزین کنیم، تا اینکه در دوران ما چنان آسایش و امنیتی فراهم بیاید که مردم غم و درد و مرگ و کشتار رو فراموش کنند. آه و ناله در سرزمین ما جایی نداشته باشد. دو بحر از جهان زیر پای من است، به ایران و توران سرای من است. نگه کن که چندین ز جنگاوران بیارند هر سال باج گران. گریدون که باشید هم داستان، به رستم فرستم یکی داستان. در آشتی با سیاوخش نیز بجویم، فرستم بیاندازه چیز. ای سالار مردان، شما به خوبی میدانید که دو قسمت از جهان یعنی توران و ایران به یمن دوستی و برادری و خیشاوندی زیر پای ماست، و شما به خوبی آگاه هستید که همه ساله بسیاری از دلاوران و بزرگان در موقع فرا رسیدن نوروز عید باستانی و ملی ما هدایای گران قیمت و باج رسمی به خزانه ما تحویل می‌دهند. و حالا می‌خواهم از شما نظرخواهی کنم، اگر موافق باشید و با من هم داستان بشوید، کسانی را با هدایا نزد رستم
که با سپاه همراه هست بفرستم؟ تا آن بزرگ مرد خرد پیشه به سیاوخش اجازه بدهد که با ما از در آشتی و صلح و دوستی در بیاید. چه نظر دارید و چه میگویید؟ سران یک به یک پاسخ آراستم، همه خوبی و آشتی خواستم. که تو شهریاری و ما چون رهی بران دل نهاده که فرمان دهی. تمام بزرگان و سران و سالار جنگان سر در هم کردند و با هم به پچ و پچ پرداختند. عاقبت یکی از سر فرماندهان از جانب همه روی به افراسیاب کرد و گفت که ای شهریار بزرگ، همه ما دل در همان راهی داریم که شهریار بدان می اندیشن. چقدر زیباست که روی به صلح و آشتی و صفا بیاوریم. و با این گفته عملا خواسته شهر رو تأیید کرد. در اینجا توجه شما شنوندگان رو به این نکته بسیار مهم جلب میکنم که فردوسی در کمال زیرکی و روشنبینی به حاکمان و گردانندگان کشورها یادآوری میکند که در همه زمینها و عرصه‌های کشوری و لشکری این مردم هستند که تصمیم میگیرند، نه شخص حاکم، اما از آن که پادشاه باشد یا رئیس جمهور یا ولی فقیه. در زمانی که در کشوری مشکلی پیش می آید، در واقع تصمیم گیرنده حقیقی مردم آن کشور هستند که راه آینده خودشان را انتخاب می کنند، نه آن که ولی فقیه فرمان من خدایی صادر بکنند. افراسیاب خود پادشاه مقتدری است، ولی برای انتخاب جنگ یا صلح حق نداشت خود به تنهایی نظرش را به مردم تحمیل کند، بلکه از بزرگان کشوری و لشکری که نمایندگان مردم بودند نظر خواهی می نمود. عاقبت به راهی رفت که آنها با ادب و احترام او را راهنمایی می کردند. یادتان باشد که ایرانی با همین رویه اعتدال و احترام به نظر عامه توانست به نیمی از جهان حاکمیت داشته باشد. و تا زمانی که این رویه عدالت منشی را ادامه میداد، می توانست سرفرازانه حاکمیتش را حفظ کند. همه بازگشتند سر پر ز داد، نیامد کسی را غم و رنج یا به گرسی و زنگه نگه کرد شا که بپسیج کار و به پیمای را. همه سران و بزرگان با دلی شاد از تصمیم صحیح گرفته بودند، از بارگاه بیرون آمدند، رفتند تا بساط عیش برپا کنند. وقتی تالار خالی شد، افراسیاب رو به گرسی وز کرد و با خوشحالی از این اقدام سنجیدهش گفت که ای دلیر مرد، برخیز و بپسیج کار را، یعنی دست به کار شو و راه بین اردوی توران و اردوی ایرانی ها را به سرعت بپیمای و هر آنچه لازمه صلح و آشتی و دوستی هست به انجام برسان. به سودی بساز و سخن را مایست، ز لشکر گزین کن سواری 200، به نزد سیاوخش برخواسته ز هر چیز گنجی بیاراسته. آماده شو، سخن رو دیگه در دلت حبس نکن، بلکه برخیز و فوراً از میان زبد سواران سپاه 200 تن رو برگزین و با کمک آنها از میان گنج های موجود هر آن چه به نظرت میرسد که ارزشمند هست برگزین تا به نزد سیاوش ببری. از اسپان تازی برای زین ستام، ز شمشیر هندی برای زین نیام، یکی تاج پرگوهر شاهوار، ز گستردنی صد شتروار بار، غلام و کنیزک به برهم 200،
بگویش که با تو مرا جنگ نیست. از اسب‌های راهوار تازی 200 عدد انتخاب کن که همه دارای لگام و زین و یراق و ستام باشند. بعد چند تا از شمشیرهای هندی رو که دارای نیام یعنی جلدهای مرصع هستند و یک تاجی که جواهرات زیادی رویش کار شده باشد. 100 شتر هم از گستردنی‌های رنگین بار کن و ببر. 200 نفر هم از غلامان و کنیزان به او هدیه بده و به او یادآوری کن که ما هرگز با او سر جنگ نداریم، بلکه خواهان دوستی و مودت و برادری او می باشیم. بپرسش فراوان و او را بگوی که ما سوی ایران نگردیم روی. زمین تا لب رود جیهون مراست، به سقدم و آن پادشاهی جداست. همان است که از تور و سلم دلیر، زبر شد جهان آن کجا بود زیر. وقتی به سیاوش رسیدی و هدایای فراوان را به او تقدیم کردی، اصلا از او بپرس چه اتفاقی افتاده که با لشکری گران بدین سوی روی آورده اید. ما که هرگز نظری به ایران نداریم و چنانچه همگان می دانند بر اساس قرارداد و بخششی که شده بود، سهم سلم و تور سرزمینی است که مرز آن لب رود جیهون می باشد. و من هم که در شهر ساخت پادشاهی دارم. ستوران به ایران جدایی نبود که با کین و جنگ آشنایی نبود. زیزدان بران گونه دارم امید، که آورد روز خرام و نوید. برانگیخت از شهر ایران تو را، کند مهربان دلیران تو را. به وقت تو آرام گیرد جهان، شود جنگ و ناخوبی اندر نهان. اصلا ای سیاوش عزیز، تو میدونی که هرگز بین توران و ایران جدایی وجود نداشته، همه با هم دوست و برادر بودیم. هیچ کس با جنگ و کین و دشمنی آشنایی نداشت. حالا چه اتفاقی افتاده؟ از یزدان بزرگ امید دارم، آنهایی که تو را برانگیختند که به سوی توران بتازی، در دلت تخم خرام و نوید کاشته باشند، تا بیایی و به همت و بخت بلند تو جهانی در آسایش آرامش فرو برود. جنگ خونریزی و ناخوبی ها از صفحه روزگار محو و ناپدید پدید بشود. چو گرسی وزاید به نزدیک تو، بیا راید آن رای باریک تو. چنان چون به گاه فریدون گرد، که گیتی به بخشش به گردان سپرد. به بخشیم و آن رای باز آوریم، ز جنگ و زکین پای باز آوریم. بعد افراسیاب برای سیاوش پیغام میدهد و میگوید هنگامی که گرسیوز به نزد تو خواهد آمد و شما با هم هم فکری میکنی، امیدوارم که رأی تو ای سیاوش گرامی با رأی فریدون بزرگ یکی باشد. چنان که میدانیم آن بزرگ مرد با بخشش و سهمی که برای ایرج و سلم و تور معین نمود و هر کدام رو به پادشاهی قسمتی از سرزمین بزرگمان مأمور کرد، رای و اندیشه تو هم بر همان روال باشد و همچنان بر بخشش و سهمی که فریدون معین کرد بسنده کنی، تا نیازی به جنگ و کین و کشتار نداشته باشی و به جای کارزار و ستم روی به دوستی و مودت قدیمی من بیاوریم و با سرخوشی روزگار رو بگذرانیم. تو شاهی و با شاه ایران بگوی، مگر نرم گردد سر جنگ جوی. سخنها همی گوی با پیلتن، به خوبی بسی داستانها بزن. به نزدیک او همچنان خواسته ببر
تا شود کار آراسته. جز از تخت زرین که او شاه نیست، تن پهلوان از درگاه نیست. ای گرسیوس، تو وقتی به سوی سیاوخش می روی، نماینده شاه هستی، یعنی خود شاهی، که با شاه سیاوش روبرو می شوی و با او خواهی نشست. پس چنان بحث و گفتگو بکن که دست از جنگجویی بشوید، به راه صلح و آشتی سر بگذارد و بعد هم به سوی رستم بتاب و خواسته و هدایای فراوانی را پیش کشش کن. یادت باشد که رستم پهلوانی است نامدار که از اسباب پادشاهی فقط تختگاه ندارد و الا او خود پادشاه بزرگی است و احترامش بر همگان واجب است. پیر خردمندی است که میتواند در اندیشه سیاوش رخنه کند و او را به سوی صلح و صفا و دوستی بکشاند، که امیدوارم این صلح و دوستی همچنان بین همگان ادامه پیدا کند. روز و روزگار به شما خوش. تا برنامه